گرد هم آمدند و از آنچه برخورد نادرست پلیس عنوان می کنند انتقاد دارند. اینها دانش آموزان مکتب های افغان ترک در هرات هستند. این دانش آموزان با انتقاد از نیروهای امنیتی می گویند که نیروهای امنیتی شماره از دانش آموزان و آموزگاران مکتب های افغان ترک را بازداشت کردند. به گفته آنان روز گذشته پلیس هرات خودسرانه وارد این مکتب ها شده است. آنان از حکومت می خواهند تا در این زمینه عدالت را رعایت و مانع رفتن آنان به این مکتب ها نشود. ما امروز به خاطر عزیز جمع شدیم تا حق و حقوقی که داریم و حق مایه که ما درس بخونیم و ما در فضای هم نمی خواهیم که درس بخونیم و نمی خواهیم که کسی بر ما ظلم و ستم کنه. و دیروز هم یک شما شاهد بودین که بر کسایی که فارغ بودن، بر کسایی که دانش آموز بودن، چه ای اسکارا با آنها چطور رفتار داشتن؟ ما بلیلیه بودم، ساعت 4 بود، ساعت 4 حمله شده بود به مکتب ما. مسئولای ما، امی آبی که ما میگیم، امی آمدن ما رو بیدار کردن و گفتن که بخیزین که حمله شده به مکتبتان. ما باور نکردیم اصلا، اول ما باور نکردیم، گفتیم شاید دروغ بگن. گفتیم وقت نماز است، گفتیم نمازهای خدا میخونیم. دیگه دیدیم که مکتب پلیس و عسکر، شورش، نظم و مقلوب، همه امی قوا بود. و این ساعت 4 یا برنامه ریزی است، از 10 شب شده بودن، از 10 و 15 که تقریبا 1 بجه داخل مکتب داخل شده بودن. این دانش آموزان این اقدام پلیس را خلاف قوانین کشور و معارف دانسته و از حکومت می خواهند تا عاملان آن را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. ما دیروز سر صبح مکتب رفتیم، وقتی به مکتب رفتیم دیدیم وضعیت شاگردا خیلی بحرانی بود و همه شاگردا کدام یعنی درس با ما نبود، وضعیت ما خیلی خراب بود و هیچ کس نبود که با ما بگه که نتیجه کار رو یا که این کار چی رقم یعنی در مورد از این مکتب ما کدام معلومات به ما داده نشد. درس ما کلا حال متوقف، یعنی استاد کدام درس ما نمیخونیم و همچنان کانکوریا ما صف 12 ما اونم وضعیت اونها خیلی خراب و هیچ درسی به دو روز ما تا نخوندیم و نتیجه از این کار تا فلان معلوم نیه و ما یعنی میخواییم که معلوم شد. اما اداره محلی هرات میگوید که حضور پلیس در مکتبهای افغان ترک در هرات به دلیل انتقال مدیریت این مکتبها بوده است. سخنگوی والی هرات بازداشت شماره از دانش آموزان را از سوی پلیس رد میکند. بر این مبنا است که ما تقاضا داریم اماکنون که من همراه شما صحبت میکنم، ما هم محترم ولایت هرات به انجمن اولیا و مربیان صحبت داشتن، با هیئت وزارت مطرح و معارف صحبت داشتن، بر بنیاد هدایت یا فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و مبتنی بر تفاهم نامه وزارت معارف و بنیاد معارف ترکیه مسئولیت لسه افغان ترک هرات به رهبری جدید واگذار شده و طبیعتاً اینا مکلفیت دارند تا در راستای بهتر شدن وضعیت اقدامات را انجام بدن. آقای فرهاد از خانواده های این دانش آموزان می خواهد که به شکل مسالمت آمیز برخورد کنند و باعث ازدحام و اخلال در سطح شهر نشوند و افزوده که نیروهای دولتی خودسرانه عمل نکردند و طبق هدایت مقام های مرکزی اقدام کردند. وقتی که پلیس ما، نیروهای امنیتی ما مسئولیت حفظ نظم، جلوگیری از بروز رویدادهای ناهنجار داره، اجازه بدیم که مسئولیت‌های خودم اونا مطابق هدایاتی که از مقامات برایشان هدایت مواصلت میکنه انجام بدن. هیچ گونه اقدام خودسر از سوی پلیس و نیروهای امنیتی صورت نگرفته. هدایت و توافقنامه بعد از اینکه مورد تایید کابینه قرار گرفته به ولایت ابلاغ شده و هیئت وزارت معارف آمده. ما جز یک از واحدهای اداری افغانستان هستیم. هدایت مقامات مرکزی به ما رسیده، ما مجبور هستیم که دلیل را ساختم. معاون شورای ولایتی هرات میگوید که بر بنیاد فیصله شورای وزیران مدیریت این مکتب ها باید انتقال یابد و دلیل این کار را بهبود کیفیت درسی و بلند بردن سطح تدریس میداند. ما امروز یک جلسه داشتیم که یک تفاهم نامی بین حکومت افغانستان و حکومت ترکیه صادر شده که فیصله شورای وزیران بود که باید مدیریت مکاتب افغان ترک در 5 ولایت افغانستان به تغییر بکنه. مثلا او سابق که اینجوری که در او راستا کار میکرد طبق قانون اینجوهای در افغانستان بوده و مصوبه‌ای که به این ارتباط صادر شده، مکاتب مدیریت های اینا تغییر کنه، کیفیت مکاتب بلند بره. مثلا حکومت ترکیه میگه من 30 میلیون دلار
در مکاتب افغان ترک در افغانستان است در 5 ولایت از 12 مکتب به 24 مکتب ایر افزایش میدم و تعداد معلمین نخبه که در سطح افغانستان هستند در مکاتب و از اونها از طریق امتحان گرفته میشه که در این مکاتب جا داده شه و برای اولادای ما شما که سربازان اردوی ملی شو پلیس 10% به اونا رایگان در اینجا میتونم تدریس بکنم. همکنون شمار مکتب های افغان ترک در افغانستان به 12 مکتب میرسد. بر بنیاد گزارش ها قرار است این شمار به 24 مکتب در سراسر کشور افزایش یابد. اما جنجال های به وجود آمده در برابر این مکتب ها و انتقال مدیریت آنها از زمان اوج گرفت که فتح الله گولن متهم به حمایت از کودتای نافرجام ترکیه شد. گفته می شود که مکتب های افغان ترک هم از سوی بنیاد فتح الله گولن حمایت می شدند.